سلام بین دو عزیز، به برنامه اوج خوش آمدید. ما امین بابک هستم و میمانی برنامه آقای نورالحق قلومی، کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری از 1398 و رهبر تیم انتخاباتی مردم سالاری و حاکمیت قانون. آقای قلومی، بسیار تشکر که به خورشید فرصت گفتگو دادین. در نخست از شما میپرسم دلیل ای که تاکنون نتانستین کمپاینهایتان به شکل رسمی آغاز بکنید و گردمایه های بزرگ انجام بدین مانند نامزدان دیگر انتخاباتی، دلیل چی است؟ به نام خداوند توانا و دادگر، تشکر از شما که تشریف آوردین. تیم مردم سالاری و حاکمیت قانون کماکان کامپاین انتخاباتی دوام داره، منتها شیوه کار ما با شیوه کار دیگاه فرق میکنه. به یقین کامل است که ما آمادگی به طرف انتخابات که واقعا انتخابات شفاف، عادلانه و همگانی بانه ما پیش میریم. کار ما لحظه ای البته در اینجا سکوت نداره و همیشه چی در مرکز است، چی در ولایت افغانستان است، در اونجا تمام کسایی که زیر عنوان شورای البته انتخاباتی ما و شورای ازبی ما، تیمای کامپاین انتخاباتی ما که ایجاد شده، کار خود ما پیش میبریم. منتها نوع کامپاینی که ما میکنیم شاید با دیگه کسایی که کامپاینرات فرق میکنه. همه کارهای ما مطابق یک به اصطلاح تقسیم اوقات یک پروگرام است که پیش میره که ما در 20 روز اول چی کنیم، در 20 روز دوم چی کنیم و در 20 روز سوم باید از کارها را چی رقم سازمان بدیم. درسته در شرایط فعلی شاید بگوییم ما هنوز هم از داخل کابل به این شکل که یک اجتماعات بزرگ را در اینجا سازمان داده باشیم نیست و هر روز در هر گوشه کابل و می رقم در هر ولایت ما شیوه ای که مردم را جمع می کنیم، اگر ما 10، 20 یا 100 نفر را جمع می کنیم، اینا نمایندگی یک قشت از جامعه ما است. شیوه بازی فعلا همین گونه است. شما می بینید که رقیبانتان با مصارف گزاف و با گردمایه های بزرگ میآیند قدرت نمایی میکنند. فکر نمی کنید که از میدان رقابت عقب میمانه شما با این شیوه پیش میرید؟ ما یقین کامل داریم، کوشش کردیم که تیم انتخاباتی ما مبرا از او تیمای انتخاباتی باشه که دیگرها سرش حساب میکنند. در تیم انتخاباتی ما نه گماشتهای خارج در داخل افغانستان کس است که باید خورجی آمده باشه در اینجا کار کنه و هدایت بیرونی ها را تطبیق کنه و از طرف دیگر نه غاصب است، نه فاسد است، نه زورگوی در باین تیم ما تابال جای یافته، نه تیکدارای به نام عناوین مختلف که تیکدار قوم است و مذهب است و جهاد است و سمت است، اینا را جای ندادیم. کوشش کردیم که تیم ما تیمی باشه که زیادتر با افغانستان شمول فکر کردیم، بالای انسانیت فکر کردیم و از این قید میخواهیم که ما مردم افغانستان بکشیم در هر قوم، در هر مذهب، در هر ساختار، ولو جهادی غیر جهادی شاید بهترین شخصیت ها و اینا باشه، اما نه تنها. حالا میبینیم در هر تیم انتخاباتی ما در اینجا یک استاد است یا یک رهبر است که یا یک به اصطلاح ولایت خاص یا به اصطلاح به نامای خاص. ببینید ما امروز هم رفتیم شمال، میگیم شمال تنها مربوط به پنجشیر و بدخشان نسازیم، شمال بسیار وسیع است. در عرض و قریب ممکن است 40، 50 یا 100 تا وزیر و وکیل پیدا شود، اما اگر اینا را در گیر نثارگران میتیم، میخواهیم از این قید هم بکشیم. یا هم در مبارزه ما شد یک شخص از شمال غرب افغانستان آوردیم که به هرات و غور شاید تعلق داشته باشه، یک شخص هم از کابل در تیم خود در تیکت خود شامل کردیم که کابل مرکز تمام ولایت افغانستان است و به کل افغانها تعلق داره. اینا را به حساب قوم و قبیل ناوردیم، به حساب شخصیت هایی هست که در اینجا آمدیم. مستدی شخصیت ها شاید بگویم در هر کوچه کابران به سطح پیدا شد و در دیو خری ولایت ما. به این خاطر است شیوه کار موفق، این کار بنیادی است، این کار اساسی است. به این خاطر تنها ما مردم بالای نان جمع نمی کنیم، بالای نام جمع می کنیم که عزت مردم است. اگر من نام شخصیت ها رو نگاه کنم، آقای علمی، شما درک دقیق از وضعیت افغانستان دارید. شما گفتین که در تیمتان نه غاصب است، نه فاسد است و یا هم نه تیکدار است، اما شما درک دارین که وضعیت فعلی افغانستان هم این گونه است. شما می بینید بانک های رای مشخص است و مردم هم در محوریت های مشخص، در قوم های مشخص، در گرد افراد مشخص جمع میشه. فکر می کنید با توجه به حضور افراد تیم های دیگر شما بتونین که در انتخابات و یا هم در کمپاین ها کارهای مؤثر انجام بتونین؟ یقین کامل دارم یکی از مؤثریت کارهای میسته که در هر قوم و قبیل و در هر به صلاح در داخل افغانستان در این قشر جامعه هم است شاید ما کسایی داشته باشیم که دعاگوی حاکمیت قانون هستند و دعاگوی مردم سالاری هستند و میخواین وضعیت کشور ما از این حالت
با اصطلاح نجات. این معنا نیست که تنها کار ما بر انمی منحمک میشه، کارهای بعدی ما، پلانهای بعدی ما، شاید ما گردمایی ها را هم داشته باشیم، گردمایی های خودجوش باشه که در او کار هم مردم سهم وسیع گرفته باشه. آل در امی قبول کنیم در 20 روز اول شاید بگویم کار ما این باشه، نمیاله امیاله، شاید یکی دو روز سه روز شروع شده که در تمام ولایات اشتهارات ماست، عکسای ماست، پوسترای ماست، اینای ما کلشان برای یا یک آمادگی است. و با این آمادگی نظر به ای که از کجا شروع کنیم و در کجا در روز آخره که عقد کامپاین انتخاباتی داریم ما او را ختم کنیم، مطابق برنامه خود پیش میریم. در چند ولایت عمل کارتون شروع شده خیلی؟ یقین داشته باشین که اگر ما در نظر گرفتیم که در تمام ولایت هایی که در اونجا انوز هم اونجا مسئولین ما هست کار میکنن، کار ما ادامه داره. این کار را گفتم مست دیگه نکردیم که نو استخدام کرده باشیم که در تیم ما انتخاباتی مست شاید دیگه کاندیدای ما باشه که بشینن مسئولیت جمعوری مردم بگیرن و مسئولیت دی بگیرن در مقابل چند و چه کار انجام یافتند. اینجا چند و چون نیست و مقدار پول نیست، اما در اینجا براتون احساس مسئولیت در مقابل وطن است که مردم این مسئولیت ها را گرفته و ما هم در جمع تا جایی که نتانیم کارا خود جوش نباشه و مردم سهم وسیع و داوطلبانه نگیره، سهم را که در صدور بستلا این را بگوییم که در زر و زور بیاید، شاید بگوییم زر و زور دیگه مردم نصر به این زیاد باشه. به او خاطر ما برنامه داریم. اما فکر نمیکنید در وضعیت حاکم کار داوطلبانه نتیجه نمیده؟ شما ببینید که رقیبانتان به صدها میلیون افغانی مصرف میکنه و شما تاکید روی کار داوطلبانه ما دیگه راست برتون بگوییم باید یک اصل بانیم تا کی مردم توسط زر و زور در آب پرتیم بخریم، با زر و زور بالاتر از او چی داخلی خارجی این مردم از این کشور باید از بفروشیم. نه، مردم علاقمند است. شما ممکن است صد و هزار نفر در اینجا تطمیع کنید بخرید، اما ما با میلیون ها انسان با ایمان و پاک سر و کار داریم، میخواهیم اینا بیدار آگاهانه باید در این مبارزات سهم بگیرند و نتایج خود بتن. ما نتایج مطلوب را که میخواهیم متیقن هستیم که ما گرفتنیستیم و در رای را که برای خود اساس گذاشتیم در این را پیروز خواهد بودیم. آقای علومی، شما میدانین که اکثریت مردم افغانستان مردم فقیر است، در زیاد قصبات افغانستان، حتی در پایتخت افغانستان. شما میگین که شما هزارها انسان و یا میلیون ها انسان وطن دوست است، این شکی وجود نداره. اما این درک هم موجود است که یک بار دیگر تاکید میکنیم که وضعیت در افغانستان تغییر کرده و بیشتر شما با توجه به تجربیاتی که در انتخابات های گذشته داشتین حتما براتون معلوم است که مصرف یک بودجه کلان در کمپاین و عدم مصرف تاثیرات بسیار زیادی داره. چگونه به این باور هستین که بتونین با کار داوطلبانه و یا هم بتونین آدمای وطن دوست در وضعیت فعلی جمع بکنین؟ مطلقا براتون بگویم ما به این متیقن هستیم با مردمایی که با ما سر کار داره، با تعهداتی که با ما دارن، بر مجموعه را که ما خلق کردیم، تمام شخصیت هایی که وطن خود را دوست داره و وطن دوست با ایمان است. شما نادیده نگیرین ایمانداری را در داخل کشور و نادیده هیچ کس نگیره که دیگه این جنسان هاییست که قلبش تنها بر وطنش. این بزرگ مردایی که شما یاد میکنین که به زور پور کامپاین های خود بر محافل بزرگ ایجاد میکنن، بجز یک انگوش شما را خریدن و هزارها نفر دیگر در ایران کشانیدن. ببینید بر یک لقمنان ما در اینجا صدها نفر شهید و زخمی میتیم. یک عنصر مسائل امنیتی را هم در نظر بگیرید. باور کنید که اکثر کامپاینا را دیدیم اگر 10 20 یا 50 نفر مردم آگاهانه شیشته، فقط دیگه انتظاری داره چه صحبت ها ختم بشه که بریم سر میز نان جمع شیم، سر دسترخوان جمع شیم. دسترخان دی وطن به کل مردم افغانستان تعلق داره، نه به 4 نفری که اینا را دعوت کرده. مسئله امنیتی یکی از مسائل مبرم است که در انتخابات طبق برنامه خود ما در نظر داریم. هر کاری که میکنیم با قوت ایمان و توانمندی های خود ما اجتماعات در اینجا در نظر داریم که اجتماعات در نظر بگیریم، باید تمام جوانبش در نظر بگیریم که نمین سانای پاک که در اونجا میخواهیم که به صلاح حرف را میخواهیم بر از اینا برسانیم که اینا بتانن این حرف به توده ها تارده و قریه برسانن، این ملحوظات هم در نظر داریم. یقین دارم ما در کامپاین انتخاباتی خود امو رقم که برنامه محور پیش میریم یک قدم هم عقب نماندیم و ایم در برنامه
ساختار ماست که در جامعه عمل میکشیم، هم برنامه عملی را که ما در منشور ما شامل است که در استقامت های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مثلا حقوق بشر، زن، جوانا و امثال هم اینا را به ایسی یک منشور قطعا در اختیار مردم قرار دادیم و قرار دادن میریم که آگاهی پیدا کنند و آگاهانه سمت بگیرند. باز هم تکرار میکنیم، تنها و تنها در یک میوره که در زیر یک چتر اینا جمع میشن و تنها تنها در اینجا شو نشان دادن است، این شوها یک بخش بسیار شاید عادی کاری باشه که ما در نظر بگیریم و میخواهیم که آگاهانه مردم در پالوی ما قرار داشته باشه و آگاهانه مردم از شخصیت هایی که با ماست، از برنامه هایی که با ماست، از اینا دفاع کنند، نه از دسترخانی که با ماست. روی برنامه بعدا میایم. در مورد پیروزیتان چقدر باورمند است آقای علومی؟ بله، در مورد پیروزیتان در انتخابات چقدر باورمند است؟ من یقین کامل دارم. همیشه براتون بگویم اینجا درک و احساس برنده است. فهمیدین کسایی که به صلاح به خاطر منافع شخصی خود میره بادنده. درک و احساس مسئله کل از در جامعه افغانستان که مردم ما میخواهند که با واقعیتش نجات بیافتند. جنگ را که 40 سال در اینجا تحمل کردند، اختیارات را که امروز در تامین و صلاح در آوردن صلح ثبات در کشور ندارند. ما مرتون ببینیم، یعنی ما به باور هستیم که پیروز انتخابات شد. ما یقین کامل داریم به پیروزی خود، به پیروزی خود ما در اینجا اعتماد کامل داریم. شما سرحد پیروزی رو بگوین چین، مجموعه کسایی را که زیر یک چتر جمع میکنین که واقعا انسانای آگاه است، انسان هایی هستند که به صلاح درک و احساس دارند، انسان هایی هستند که آینده وطن می خواهند به طرف رشد و ترقی ببرند. این مجموعه را جمع کردن خودش پیروزی است. فکرتان است گام امروز، گام فردا، گام پس فردای ما افغانستان بنیادی می خواهیم نجات بدهیم، نه به صلاح که احمد بخیده محمود یک جای بشینه. فکرتان است و از یک زر و زور بخیده و در مقابلش یک قدرتمند دیگه از یک راه نامشروع بیاید بشه. چرا مردم سالاری نام تیم ماست؟ چرا حاکمیت قانون است؟ تا مردم سالاری از اعتماد هم بستگی همتون انسان ها با وجود نبیه، نه شایسته سالاری با وجود میایه، نه براتان بگویم حاکمیت قانون که عدالت اجتماعی و رفاه در داخل جامعه است، اینا با وجود نمیه. مردم از ما رفاه میخواه، عدالت اجتماعی میخواه، در مقابل صلح و ثبات می، اینا را باید از برشان بیاریم، نه که بگویم که یک جوان در یک جای پیش کردیم، یک شخصیت پیش کردیم، در راست قدرت شاندیم، اونا هم با سلطه‌گرایی و با خودخواهی و با تنگ نظری و با کینه‌توزی خود کل مردم افغانستان رو نفی کنه، تنها خود بخواه. آقای علومی، در پیوان به برگزار انتخابات، با توجه به اینکه نگرانی ها مطرح است در مورد عدم برگزار انتخابات و مسئله ارجیت صلح نسبت به انتخابات، دید شما در پیوان به انتخابات چی است؟ چقدر باورمند به این است که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ معینش برگزار خواهد شد؟ تا جایی که براتون بگویم ما در این مدتی که خود کاندید کردیم، خوشبختانه یک شورای کاندیدای ریاست جمهوری هم جور شده. اعمال خلاف قانون به صلاح دولت مردا را همیشه توسط ذره‌بین زیر نظر گرفتیم و کوشش کردیم چیزایی که بزرگترایش در رخ بکشیم. ببینین از اول جوزا به این طرف گفتیم حکومت قانونی نیست، ارزش قائل نشد به اعلامیه ما. از اینکه با عناوین مختلف کوشش کردند که در اینجا یک انتخابات تقلبات سازمان یافته را در اینجا اینا در نظر بگیرند، از تغییرات، تبدیلات، از بودجه دولت مصرف کردن، از مجالس به قوه و پول دولت گرفتن و توسط گماشت های خود امروز از وزارت ها تا ولایت ها و ولسوالی ها کوشش میکنن تدارک بتن که نمی جمعیت ها را جمع کنن. شما برای ما جمعیت میگه نه تنها نان او برشان نمیتن و با هزارها و میلیون ها افغانی و دلاری که در این راستا مصرف میشه برای کمپاین اینا را ما در مورد سوء استفاده امکانات دولتی میایم بس میکنیم. در مورد بود خارجی قضیه افغانستان میخوام شما بپرسم که شما چقدر باورمند بر این هستین که انتخابات برگزار میشه با توجه به نقش مستقیم آمریکا در قضیه صلح افغانستان و با توجه به نظریات تاثیرگذار کشورهای غربی و آمریکا در مسئله انتخابات؟ شما گفتم تا جایی که تعال میبینم ما هر چیز به مفاهیم اصلیش باید بپذیریم. اگر انتخابات میگیم، ما انتخابات واقعی و شفاف کار داریم، بیشتر هم یاد کردم که عادلانه باشه، همگانی باشه. شرایط که میبینم انوز آمادگی هایی که امروز کمیسیون انتخابات و دولت مردای ما خاصتا میبینیم که در سطح ریاست جمهوری افغانستان ایره در نظر گرفته، ما را به طرف انتخابات نه
به طرف تقلبات میکشه. آمدیم در سطح جهانیام، سطح جهانیام در اینجا هر کس منافع خود در نظر داره کار میکنه، هر چیز که در حالت ابهام باشه مردم ما را جرأت اشتراک در اونجا کم میسازه. امیال پروسه صلح در حالت ابهام چراست؟ هنوز مشترک آقای خلیلزاد واس کنه باز نشد. درست است پیش دولت مردای ما باز شده، ممکن یک تعداد سیاست مدارای ما میفهم یک چیز هم در این موارد ممکن است یک آگاهی ما هم داشته باشیم، اما ایجاب از این میکنه اگر واقعا باز به افاده واقعیش صلح در داخل افغانستان می صلح پایدار است، با صلح همگانی هست، این طور صلح را باید هم در نظر بگیریم. صلح است و این طرف هم انتخابات. برتان بگویم اگر انتخابات همگانی ما میخواهیم و شفاف میخواهیم و عادلانه میخواهیم در یک جامعه که صلح مستقر باشه در اون میه، نه در یک جامعه که میاله یک سر ولایت و ولسوالی های ما البته در اینجا میفه امنیت نیست. امی حوادثی که در این هفته مثلا در داخل یعنی برای تیم شما هم صلح اولویت داره نسبت به انتخاب؟ مطلقا در تیم ما صلح اولویت داره. فهمیدین به اصطلاح عوام ما در قدرت برسیم نرسیم صلح قدرت است، صلح خاص مردم است، صلح است که به اصطلاح اولاد از این وطن ما تانستیم افس کنیم. صلح واقعی رو میخواهیم باز هم مست انتخابات. اگر این صلح باعث تاخیر انتخابات شد شما استقبال میکنید؟ باز هم میگم اگر صلح واقعی در داخل اینجا میایه این در موقعش باید است در اینجا ما هم سرش غور کنیم در جمع تصاییم ده. بله صلح برش اولویت میگذاریم، نه برای انتخاباتی که هنوز انتخابات ما انتخابات شاید گفته نتانیم جمعی از تقلبات سازمان یافته برش خطاب کنیم. آقای علومی شما در حال به پروسه صلح فعلی اولویت میتین که هنوز هم ابهامات کلان وجود داره که خب این صلح تا چه زمانی به موفقیت میرسه، از کدام مکانیزم مثلا گروه طالبان میان داخل قدرت سیاسی میشن، انتخابات تا چه زمانی به تاخیر میفته، فکر نمیکنید که این چنین حرکت ها میتونه که حرکت های دموکراتیک مثل انتخابات یا به چالش روبرو بکنه؟ چون ما یک تجربه تلخ از انتخابات پارلمانی داشتیم، انتخابات پارلمانی با 3 سال تاخیر برگزار شد، انتخابات ریاست جمهوری هم اگر با تاخیر روبرو برگزار شد، فکر نمیکنید که یک اندازه خلای قانونی بیشتر میشه در افغانستان؟ اولی برتون کاش که 3 سال پیش انتخابات پارلمانی دایر میشد که شرایط به مراتب بهتر از امروز بود. یک دیگه باز تکرار میکنه ما صلح واقعی میخواهیم، هر کلمه هر توافق نامه را صلح گفته نمیتونم. صلح یعنی شما صلح فعلی صلح واقعی است وای هم نه؟ یک گبرت من تاباله یکی حدس است که ما میدونیم، یکی به صلاح حدس و گمان است، یکی واقعیت است. تا واقعیت های اعلام نشه که ما بفهم هر لحظه ممکن است تغییر بخور. امیال که پیشتر یاد کردیم تا مشت آقای خلیلزاد واز نشه که ما نفهم که در این محتوای صلح چی داره، صلح واقعی است یا صلح است که ما را به چالش میکشانه و یا صلح است که ما را به طرف عقب میبره، صلح که ما را به طرف پیش ببره، رشد و ترقی را تضمین کنه، نظام با دستاوردهاش تنظیم کنه، او را قابل قبول است برای ما، نه هر عملی را که اینا نامش از صلح بانند و مردم ما در یک جنجال دیگه گرفتار شد او را صلح گفته نمیتونم باز. اگر صلح واقعی در داخل افغانستان آمد برای دو صلح ما اولویت قابل استیم که زی دخل باشیم، ما مردم هم نه بایس کاندید، بایس یک شهروند، بایس یک فعال سیاسی، بایس یک فعالی که مثلا امروز بگویم از دیروز در اینجا واقع، باید در نظر بگیرند که در اون پروسه سال سم داشته باشیم که منافع اولیای کشور در نظر بگیریم. در حالی که منافع اولیای کشور در نظر گرفته نشه هر کس برای ما صلح عنوان بتن و در اینجا منافع از اونا شامل باشه نه منافع مردم ما، ایره سرش غور خود کنیم برای ما مورد قبول نخواد. آقای علومی تیم دولتساز به رهبری آقای غنی بیشتر تاکید روی برگزاری انتخابات داره و آخرین تلاش خود برای برگزاری انتخابات میکنه، در حالی که اکثریت مطلقی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مانند شما خواهان برگزاری صلح مشروط است، صلح خوب. اگر حکومت به همین پافشاری خود ادامه بده و انتخابات برگزار بکنه با توجه به امکاناتی که شما هم بیشتر اشاره کردین، سوء استفاده از امکانات دولتی و مجموعه نگرانی هایی که در پیوند به تقلبات گسترده مطرح است، چقدر نگران پس از اعلان نتایج هستین در افغانستان اگر انتخابات برگزار شود و میشود؟ اول برات بگویم باید دولت از هر چیز که در فکر میکرد که اجماع ملی را به وجود می آورد، یک اجماع ملی که در اونجا کل را دیده می گرفت، تنها صلح سر جهادی ها و سر طالب ها آورده نمیشه.
در اجماع سیاسی اینجا طیف مختلف مردم است، یعنی می اولاد از این وطن که در 40 سال کلان شده یک قشر از جامعه را تشکیل کرد و نیروهای سیاسی هست، احزاب ملی و دموکراتیک هست و فعالین است که مثلا دیروز ماندند، اینا را اگر در نظر نمیگیره، اجماع را به وجود نمیاره، تنها طرف معامله خود این طرف و اون طرف هم طالب قرار میده و در پالوی طالب 4 تا رهبرای جهادی را میشانه، ما براتون صلح نمی صلح باید از امگانی باشه، همه مردم افغانستان در او باید از دخیل باشه. و در پیوان به عملکرد حکومت و تیم دولت‌ساز در مسئله سوء استفاده از امکانات دولتی و بیشتر تاکید روی انتخابات و تقابل با برنامه های متحدین بین المللی افغانستان، کلانترین اشتباه و کمبودهایی را که دولت جمهوری اسلامی افغانستان داره، مخصوصا دولت مردا، که هنوز نتانسته در اینجا اجماع سیاسی یا اجماع ملی را به وجود بیاره، همیشه با دید وسیع ندیده که باید همه گیره در نظر بگیرم، هم جناب رئیس جمهور هم جناب آقای خلیلزاد، وقتی که پروسه سلمه سر یک معدود شخصیت ها در اینجا می من این شخصیت ها را نفی نمی کنم که خودت رهبرای جهادی را در نظر نگی، درست است؟ این طرف هم اون طرف تنها بالای رهبرای جهادی و نماینده های طالبا صلح در افغانستان آمده نمیتونه. اینجا در داخل افغانستان طیف وسیع مردمی که زندگی میکنند که فعالین سیاسی هستند، اعضاب از جامعه مدنی است و امی فعالین که دیروز امروز در داخل افغانستان فعال هستند ماندن، اینا را باید در نظر بگیرید. اگر در نظر نمیگیریم با معدود کسا صلح را که میریم، او صلح خالی از این نیست که خالیگاه نداشته باشد، میخواهیم بازم صلح را در افغانستان باید که اینجا اکثریت اقشار جامعه ما سم داشته باشه و صلح باشه که ما را به طرف پیش بکشانه نه به طرف عقب. این صلح ممکن است مورد پذیرش باشه، صلح آمده نیست تا بال دولت ما اقدام برزی نکرده که نمایندگی از وحدت ملی و اجماع ملی و از مشارکت ملی در داخل افغانستان کنه. آقای علمی، شما یک تجربه طولانی در بخش نظامی دارین در افغانستان و افغانستان هم شدیداً آسیب پذیر است از ناحیه امنیت. شما میبینید عملات اخیری که در کابل و ولایت انجام میشه از طرف گروه تروریستی و مجموعه تلفات ملکی که به افراد ملکی وارد میشه و یک نگرانی کلان در پیوان به مسئله مدیریت امنیت در افغانستان. همین برنامه تیم شما برنامه امنیتی تیمتون به خاطر بهبود وضعیت در صورت پیروزیتون چی است؟ میبینین اما تو که یک نقطه ما در داخل دولت مردای خود میبینیم که سرخشار مختلف جامعه در مسائل سیاسی فکر نمیکنه، در مسائل امنیتی هم به می شکل است. هنوز سرباز افسر ما با شجاعت قربانی میتن، اما نخواستیم که برای اینا امون نواقصش که پیوند از اینا را با مردم جور کنیم تا بال جور نکنیم. پشتیبانشان باید مردم باشه، چون مردم سالاری نیست در داخل نظام، یک. و از طرف دیگر کوشش نکنیم که در رهبری از اینا فکر کنیم. رهبری را اما قدر ضعیف ساختیم که سرباز و افسر ما که امروز در داخل محلات جان میده، باور کنین امی پری روز قصهش میکنیم، یک دوست ما به شهادت رسیده بود، تقریبا بچه کاکاش در فراد بالا بود، 4 روز به حالت زخمی بودن افتاده بود، 5 روز مردهش افتاده بود، 9 روز بعد ما اینا را از فرا انتقال میتیم در داخل ایراد. چطوری سرباز میجنگ؟ رهبری درست نداریم. تمام امکانات امروز در اختیار ما هست، اما بخش استخبارات ما، بخش کشف ما اونم قدر ضعیف است. یکی از نقطه نظر ساختاری ضعیف هستیم، یکی از نقطه نظر کادرایی را که ما در اونجا تعیین میکنم، کادرایی را تعیین کنیم که الف در جگرش نیست. ببخشید مخالف نقش زنان نیستم، اما شما میرین در تعلیم و تربیت به حیث معاون یک مثلا یک دختر جوان که شاید انسان شریف است، نجیب است، او از کجا میفهم سرباز چطور درس بتم، جنرال چطور درس بتم، رهبری وزارت دفاع را چطور رهنمایی کنم که خودشان مثلا شخصیت های ملکی هستند. ایست که به آل اولاد وطن توجه نمی کنیم. اگر حادثه در کابل میشه، اگر حادثه در مزار میشه، اگر در قندار و ایرات و فرا یا مشرقی میشه، اینا کلش نقص به اینمینا باید است. اینای خود ما اسلام میکردیم، ما برنامه های جی داریم که چی رقم بتانیم که ما اولاد از این وطنه که سوق میکنیم در جبهات چطور حفظشان کنیم. اگر تنها سوق کردن کار ماست و حفظشان کار ما نیست، ایسته که ما جفا میکنیم با حال از این وطن. همه ظرفیت ها را داریم، امی ایمان را که من براتان میگم که ما مردمی با ایمان در تیم انتخاباتی خود جمع میکنیم، امی ایمان در سرباز و افسر ماست. هر روز میبینیم ده ها و به صلاح صدها تایشان شهید میشه، معیوب میشه، معلول میشه، اما در این ششته ما
بعض چیزایی را پیش میبریم که هیچ به او به صلاح به درد مردم افغانستان. باور شما به این است که امنیت در افغانستان در صورت میتونین تامین بکنه، تامین شود و در صورت پیروز شین، ای که شما میخواین دستگاه امنیتی افغانستان را تقویه بکنین و کادرهای مناسب جا به جا بکنین؟ مطلقا ما از یک طرف که تقویه میکنیم، کادرهای درست جا به جا میکنیم، رهبریشان و وظایف شدبنشان اما هنگ میسازیم، وسایل و ساختارهایی که به دردشان میخواد اختیارشان بگذاریم، پشتوانی سیاسیشان را که مردم از بایشان داشته باشیم، باز تکرار میگم مردم سالاری را داشته باش. مردم برای ما عده و قریه شروع کرده در نایه و گذار کت ما اگر همکاری کنه، این بمگذاره که دیروز آمد به صلاح در یک محفل عروسی در اینجا مردم بیگناه را کشت تا اونجا آمده نمیتانست. اینا را فقدان از اینا باعث از این میشه که در اینجا ما هر روز به حوادث روبروستیم، اولاد خود به کشتن میتیم، اما هیچ توجه بر از این نداریم که جلوگیری از مرگ نابهنگامشان کنیم. در سکتور اقتصادی برنامه تان چی است به خاطر بهبود وضعیت؟ شما میبینید که بالاتر از 50% افغانستان مردم افغانستان در فقر مطلق به سر میبره. بر اساس آمارهای دولت افغانستان فقر در 57% رسیده و بالاتر و یا هم بالاتر از او. به خاطر بهبود وضعیت و تغییر وضعیت شما در صورت پیروزی تان چی میکنید؟ چون خوب است که کل برنامه های مرا در 10 دقیقه شما پرسان میکنید، ما بربر کده برتان کل شب. برنامه اقتصادی بسیار خوب داریم. ما راستی اون شرایط فعلی افغانستان که تمام ظرفیت ها را داریم، ظرفیت از نقطه نظر کادر، ظرفیت از نقطه نظر امکانات که امروز داریم، آب ما، خاک ما، وضعیت جوپولیتیکی ما، کلش ما را وادار و این میسازه که بس یک ثروت است. از این ثروت باید دست بگیریم. ما شاید براتون بگویم اینجا مسائل تابال آمده، سیستم اقتصادی بازار یک غور کار داره، یک غور کار داره که چی رقم مای سیستم در شرایط فعلی افغانستان قابل تطبیق می سازیم که نقش نظارت دولت هم باید از بالا ببریم. نقش در حدود که امکان می کنه اگر بالا ببریم، نه آب ما به جای میره، نه معدنیات ما عروض اینجا چپاول میشه، نه به سلام سیستمی که ما در قلب آسیا قرار داریم که امروز کل دنیا چشمش به طرف ماست که امی خودش یک ثروت است که از این استفاده کنه، نه ای بادر میره و در اون صورت بیکاری را کاهش داده میریم، فقر از بین برده میریم، ما به سلام متکی به خود میشیم. اگر ما از نقطه نظر اقتصادی نتانیم افغانستان که یک عالم سرمایه در دل خاک ما نفته است و در سر خاک انسانهای با استعداد داریم که اینا را بتان ازش استفاده کنه، ما که اگر استقلالیت اقتصادی خود هم پیدا کرده نتانیم هیچ وقت نمیتونیم. یعنی میخواین از طریق مدیریت منابع خود مطلقا منابع خود اگر استقلالیت اقتصادی خود ما توانستیم در اینجا درست ازش ما مدیریت کنیم، ما هم باید گفته میتونیم ما یک کشور هستیم مستقل در سر از دار جهان و کل دنیا روابط نیک داریم. آقای علمی، به عنوان سوال آخر را شما میپرسم، اگر انتخابات برگزار شود، چند هنوز هم در مورد برگزار انتخابات شک و تردید وجود دارد چون پروسه سر خیلی پررنگ است، انتخابات برگزار شود، شما تا پایان رقابت میرین انتخابات شرکت میکنید و یا هم به نفع کاندید تیر خواهد شده؟ ما جمله کسایی هستم گفتم به مفهوم واقعی انتخابات میریم تا آخر، تا آخر توان کوشش میکنیم سم بگیریم، نظارت کنیم، یعنی قطعا انصراف نمیتین تا آخره به این خاطر میریم که انتخابات باشه. هر لحظه که تانستیم که جله به ازی تقلبات گرفته نمیشه، برای ما تحریم از انتخابات در روی میز ماست. برای باز میگم به انتخابات واقعی میرم، به طرف تقلبات نمیرم. کمر را که امروز به صلاح در اینجا دولت مردای ما بسته کده برای تقلبات بسته، اگر تانستیم جلو بشه گرفتیم، خوب خوب که نگرفتیم مردم خود از زحمت نمیرم. هیچ کاندید هم نمیرین در کنارشون؟ ما براتون با هیچ کس نه و ما ایره گفتیم که کوشش نمیکنیم مردم خود در شرایط فعلی که امنیت هم نیست و هر روزم ممکن است زندگیشان به یک چالش کشانیده شود، هیچ وقت سوق نمیتونیشان که بالای ادو صندوقایی بره که از تقلب پر میشه و باید به نفع یک دولت مرد ما که امروز تماما در خدمتشان است اینا قرار بگیره. کوشش خود میکنیم که انتخابات شفاف شوه، که نشوه براتون بگویم هر آن ممکن است که ایره به حالت تعلیق بیاریم یا تحریم کنیم. بسیار تشکر آقای علمی، تشکر از شما.